بکنیم. با درود فرمان خدمت همه شما بینندگان گرامی، با امیر برادران در خدمتتون هستیم. بیدرنگ برنامه رو آغاز میکنیم. همونطور که میدونید بهترین مربی سال جهان فوتبال انتخاب شد، پپ گواردیولا. گواردیولا فوتبال از جوانان بارسلون آغاز کرد و از سال 1990 تا 2001 به مدت 11 سال در بارسلون 479 بازی رسمی برای بارسا انجام داد و 16 بار با این تیم به عنوان قهرمانی رسید. گواردیولا y gol para España. Acaba de marcar Guardiola en ese libre indirecto el primer gol para el conjunto español. مخصالم عضو تیم ملی فوتبال اسپانیا بود، 47 بازی در کارنامه خود دارد و در 21 ژوئن 2007 به مربیگری بارسلون انتخاب شد و از 16 جام ممکن در دوران مربیگری خود 13 جام را کسب کرد. در زمان بازیگری پست و هافبک دفاعی بود، اما تیمش حالا بسیار تهاجمی بازی میکند و علاقه زیادی به سیستم 4-3-3 دارد. تعدادی از کارشناسان و جمله خود او در یک مصاحبه گفته بود بارسا با هر مربی قهرمان است. اگر مربیان بزرگ جهان که کم هم نیستند برای هدایت بارسلون بیایند، هیچ مشکلی برای اداره این تیم نخواهند داشت، چون در باشگاهی کار میکنیم که همه اصول باشگاهداری در آن رعایت میشود و مربی تنها نگران پیاده کردن افکار خود در زمین است. این احصارات گواردیولا واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت، به خصوص حالا که عنوان بهترین مربی سال 2011 را از آن خود کرده است. The winner of the FIFA Men's Football Coach of the Year is Pep Guardiola. من به ندرت مربی دیدم در طول 5 سال گذشته که هم نتایج خوبی رو گرفته و هم بازی‌های زیبایی رو به نمایش گذاشته. از نظر این که هر وقت بهترین بازیکنان رو داری، کار مربی ساده‌تره. من واقعا مخالف این عقیده هستم، چون راضی کردن این همه ستاره‌ها در رختکن، گرسنه نگه داشتنشون برای بردن جام‌های زیاد و بازی بعد از بازی یک مربی مخصوصی میخواد برای این کارا، و پپه در عرض 4-5 سال گذشته این چیزا رو واقعا نشون داده. گذشته از این که این مربی جوان دارای استعداد و دارای یک توانایی خاصی است که از خودش بروز داده، مهمترین مسئله اون اعتمادیه که مدیران باشگاه به اون کردن و یه همچین تیم بزرگی رو درش گذاشتن. این نشون دهنده اینه که مدیران اون باشگاه گذشته از شناخت و آگاهی لازمی که نسبت به فوتبال دارن، به یکی از سرمایه های خودشون که سالیان سال روش سرمایه گذاری کردن و به اینجا رسوندنش بها دادن و دارن از اون ازش استفاده میکنن، که این خب توی جاهای دیگه دنیا خصوصا کشور خودمون کم تردیده میشه. امیر خان، خیلی جالب، گواردیولا که میاد یه دوره برای بارسلونا بازی میکنه، چندین سال 10 سال 11 سال برای بارسا بازی میکنه، بعد میره تیم آکادمی رو میگیره، از همون تیم پایه تیم دوم بارسلونا یک سری بازیکن رو به تیم
بزرگسالان تیم اول معرفی میکنه که از جمله اون میشه به خود لیونل مسی اشاره کرد که در همون سالی که مسی میاد برای سومین بار میشه بهترین بازیکن سال جهان، پپ گواردیولا میشه بهترین مربی جهان. بعد نیست نگاهی هم به مراسم اهدای جایزه مسی داشته باشیم. The FIFA Ballon d'Or 2011 is Lionel Messi. خیلی پیش اومده در این سالها، مثلا در دو سه سال گذشته، مسی رو و مارادونا خیلی مقایسه کردن. به نظر شما این برابری کردن اصلا درست است؟ خب مسی بازیکن، به نظر من بازیکن فوق‌العاده در سطح باشگاهی بودش. اگه برگردیم به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، مسی چهره درخشانی از خودش نشون ندادش و خیلی ها گفتن خود جوونه، تا حدودی هم میشین حرفو باور کرد. اما به نظر من قضاوت کردن روی این مسئله بس، صبر کنیم تا پایان بازی 2014 برزیل جام جهانی ببینیم واقعا مسی میتونه مارادونا باشه. به اعتقاد شخصی من مارادونا یک بازیکن کاملا کاملی بودش. مارادونا رکورد خوبی در تیم ملی و بازی‌های جهانی و همینطور باشگاهی داره. اگه برگردیم به بازی جام جهانی 1986 مکزیک، دکتر بیلاردو مربی تیم ملی آرژانتین 6 ماه به گفته خودش تیم ملی آرژانتین رو بدون مارادونا تمرین میداد و درون زمین چوب تو زمین میذاشت و به بازیکناش میگفت فقط توپو به این چوب برسونید. مارادونا به دلیل مشغلش در بازی‌های باشگاهی ایتالیا 3 هفته قبل از شروع جام جهانی به تیم ملی آرژانتین ملحق شد، رفت جای این چوب قرار گرفت و آرژانتین اون سال قهرمان جهان شد. اما مارادونا به اعتقاد من یک نمونه نبوغی در فوتبال بود که بعدا باتیستوتا بهش اشاره کرد. وقتی در دهه 90 به عنوان مرد سال فوتبال جوانان آرژانتین انتخاب شد، گفت فوتبال آینده نیاز به نبوغی چون مارادونا داره. سری به لیگ فوتبال کشورمون میزنیم. بازی استقلال دماشکه به حساب 1 بر هیچ به سود استقلال خاتمه پیدا کرد. امیر خان چطور بود این بازی از نظر کیفی؟ خب استقلال در حالی به دیدار دماشک که دماش این روزها گریبانگیر مشکلات مالی بسیار شدیده. میدونید در بعد از اون مسئله اختلاس 3000 میلیارد تومانی، دماش زیر پوشش اون مجموعه قرار داشت، الان پولی به دماش نمیرسه. مشکلات مالی باعث شد که مربی خوب مثل ابراهیم قاسم پور از این تیم بره. یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران در اواخر دهه 50 به نظر من با دماش خیلی خوب کار کرده بودش، اما دماش مربی رو به خاطر مسئله مالی از دست داد و سراغ مربی جوانی مثل مهدی تاتار رفت که اگه بستر درستی از فوتبال تو کشور ما فراهم بشه، از اون جمله مربیان جوانی که من فکر می‌کنم آینده بسیار خوبی خواهد داشتش. اما در مورد بازی با این بازی دماش و استقلال طی هفته‌های گذشته دیدیم، حداقل 3 هفته گذشته خوب شاهد بودیم، هیچ گلی رو کار تاکتیکی نمی‌زنه، بیشتر کار فردیه. اما این گل استقلال به نظر من که جباری عاملش بود میتونه یه آموزش برای فوتبال ما باشه. اگه نگاه کنیم به صحنه گل، در جناح راست ضربه ایستگاهی
جباری توپ به بهترین نقطه زمین یعنی توی 6 قدم حریف میندازه، فضایی که اگه حتی یه ضربه سر باشه، حتی اگه به بدن خود دفاع حریف بخوره توی دروازه میچرخه داره. دقیقاً ولی این توپ رها شد، اومد پای زیر پای یورگوویچ افتادش و دقیقاً گلش کردش. نظیر همچین گل‌های تو فوتبال ما رو من یادم هست ایمان موبلی برای ما میزد تو بازی با عراق. دقیقاً بازی ایران عراق، اگه نگاه کنیم به صحنه بازی ایران عراق در جام ملت‌های آسیا، در همین منطقه موبلی ثابت توپ میشه و ضربه‌شو بسیار صحیح میزنه. به نظر من این ضربه روش کار شده و بازیکن‌های با استعدادی مثل موبلی، مثل مجتبی جباری روی این ضربه بسیار دقیق کار کردن و به نظر من یکی از حسنای بازی استقلال و داماشگیران ضربه‌ای بود که به نظر من جباری استادانه زدش. بسیار عالی. از نظر کیفی امیر خان این بازی در نظر تو چه ساعتی بود؟ داماش بازی خوبی ارائه داد، حتی آخر بازی هم پرویز مزنوعی به این مسئله اشاره کرد که داماش فوتبال بسیار عالی ارائه داد. دقیقا. امیر خان در مورد بازی پرسپولیس و شاهین که پرسپولیس 4-1 زد. دقیقا. پرسپولیس این بازی رو برد به عقیده من چند علت داشت. یک، آماده بودن تمامی نفرات پرسپولیس برای اولین بار در طول چند ماه گذشته کاملا نفرات در اختیار خودش داشت، مثل موبلی، مثل هاشمیان، مثل کریمی. و در درجه دوم سیستمی که دنیزلی چیده بودش رو بیس 4-3-3، هاشمیان محمد عقب تو هافبک کمک میکرد، فضا باز میکرد برای اولادی و رضایی که ازش استفاده کنن. دقیقا اگه به گل های پرسپولیس نگاه کنیم از همین تاکتیک به دست اومدش. و مسئله سوم ضعف دفاع پر اشتباه شاهین بوشهر و دروازه‌بان تیم وحید طالبلو با صحنه‌های خود گل گواهی مسئله هستش که در این 3-4 تا گل دقیقاً دفاع شاهین و وحید طالبلو بسیار پر اشتباه ظاهر شدن. بسیار عالی. امیر خان سری به حاشیه باشگاه پرسپولیس بزنیم. آخرین داده‌ای که روی سایت اومده بود امروز این بود که آقای خردین از سرپرستی این باشگاه کنار گذاشته شدن. خب دقیقاً مسئله بود که اگه توجه داشته باشین چند ماه پیش معامله مایلکان در موردش صحبت کرد، به یه مورد اشاره کرد بدنسازی، کاملا حرف درستی بود، پرسپولیس بدنسازی نشده بودش. به سرپرست تیم اشاره کرد که مورد درستی بودش و همینطور به انتخاب حمید استیلی که گفت من به عنوان مدیر فنی هیچ حق انتخاب در مورد مربی نداشتم. و دقیقا مسائلی که مایلی کوهن بهش اشاره کرد به نظر من کاملا درست بود در مورد پرسپولیس. بسیار عالی. حالا بحث زیاد هست همسر چگونگی بازی، همسر حاشیه، چه استقلال چه پرسپولیس، اما خب زمان ما محدود. سری میزنیم به دیگر نتایج لیگ فوتبال کشورمون و همچنین شرایط پنج تیم بالای جدول رده‌بندی. من هرچی این لیست رو نگاه میکنم ببینم چی رو میشه تو برنامه جداد زمان نداریم، اینه که به ناچار از حضورتون مرخص شدیم با کلی مطلب نگفته. همین خان حرفی سخنی خواهش میکنم مثلا. خیلی ممنون که حضور پیدا کردین بچه، خدمت شما.